جنابعالی هستی که شما میفرمایید کار دست این نده باید نابودی کشور نشه. چی؟ این فناوری هسته ای خیلی شما چه تضمینی دارین آیا امام؟ درسته شما چه تضمینی میتونید؟ ولی من باور نمی کنم دیدی ها؟ ببینید اصلا مدیریت بدون خطرپذیری و اتخاذ تصمیمات بزرگ که مدیریت نیست. اینجا ما بنشینیم و مرادم خودش اداره بشود. اگر بنا باشه کاری بکنیم که هیچ تغییری ایجاد نشود، هیچ تحولی ایجاد نشود، خب اون دیگه کار نیست. به خصوص در شرایط کشور ما، ما نیازمند تصمیمات تحول آفرینی. همه میدونیم ساختارهای اقتصادیمون اشکال داره، ساختارهای اداریمون اشکال داره، مصرفمون اشکال داره، توزیع منابعمون اشکال داره. خب اینا رو بخوایم اصلاح کنیم نیازمند تصمیمات بزرگیم. تصمیم بزرگم یعنی شما باید خودت رو برای بعضی تبعات آماده کنیم. ای وطن به تن تو جان دارم بلا خطر پذیری ما سیانت از منافع ملی است. I request that you immediately release my personnel and my boats and return to my unit. دارم که ملت کریم ایران و نظام جمهوری اسلامی در عین اقتدار و داشتن حق قانونی برای محاکمه این نظامیان با تأسی به پیامبر عظیم الشأن اسلام این 15 نفر را مورد عفو قرار داده و آزادی آنان را به مردم انگلیس هدیه می نماید. بعضی وقتا منافع اشخاص و گروه ها و احزاب و دولت ها جای منافع ملی رو می گیره و خطرپذیری ها منتقل میشه به این ور. خب اینجا دیگه محافظه‌کاری و فرار از مسئولیت و هی به عهده تعبیر انداختن و خب همین هدفمند کردن یارانه ها، خب یه کار بزرگی است که 20 سال حرفی زده میشه، همه گفتن، همه نوشتن، تبدیل به قانون شده چند دوره، به قانون برنامه شده چند دوره، اما اجرا نشده. شاید در ذهنشون این بوده که برای دولت ها خطر آفرینه و به وجه دولت یا به آراء دولت ها آسیب میزن. شما فکر میکنیم یه دولت میاد برای همین کارها. ما باید منافع مردم رو حفظ بکنیم، منافع کشور و مسائل کشور.
من به توانمندی های ملت ایران باور عمیق دارم. من اعتقادم اینه که فناوری که امروز در اختیار بشر هست از دسترس ملت ایران دور نیست. یعنی دانشمندان ما، متخصصین ما، جوانان ما قادر هستند که به مرزهای دانش و فناوری امروز دسترسی پیدا کنند. منتها باید ما قاطعانه تصمیم بگیریم و پشتیبانی کنیم از اونها. همین ماوراءالطبیعه بعد وقتی میخواست شلیک بشه، دی اومدن اینقدر نامه زدن، سر صدا، آقا نمیشود، موفق نمیشه، چه نمیشه. قبلش خب یه دور شلیک شده بود برای اینکه آزمایش بکنن. یه بار که ناموفق بود کی بود؟ موشک فرسان تقریبا کامل عمل کرد. اون مرحله آخرش یه نقص فنی پیدا شده بود. بعد در موشک دوم ماوراءالطبیعه رو چند فاصله نصب، اون در اوایل شهریور بود، این یکی در بهمن ماه. هنوز ما باید فرصت بدیم و این توانستن رو هجی کنیم و زمزمه کنیم و جلو بریم. کشتی سازی خب توی این چند ماه سرعت خیلی خوبی گرفته. سرعت خیلی خوبه؟ یعنی از دو سه ساعت قبل تا حالا اینطور شده دیگه؟ از اون که آقای وزیر تشریف آوردن گزارش های ما اینو نمیگه. فقط دو سال پیش اومدیم من به دو تا وزیر گفتم آقا اینجا باید فعال بشه، معلومه که فعال نیست. هی گفتم آقا فعال بشه، گفتن داریم یه کاری میکنیم. این حرفا 140 دولت شما چقد نقش داشته؟ این قبلا کارخانه درست شد اما استقبال نشده بود و متوقف بود، کارخانه قبل از این دولت. این دولت ما اومدیم شرکت‌های داخلی گفتیم بعد از اون بخرید، این مدت تقویت کردیم، قرارداد بسن، الان داره کار میکنه. 5 تاش اومد وارد شد، سالی 10 تا میتونه بسازه. طرح توسعه هم داریم. بله، ما دنبال یه کارخانه هواپیمای پرپیکر هستیم. مذاکره کردیم با دو جا، یکی با روسیه مذاکره کردیم، پیشرفت کرده، نزدیک قرارداد با آقای پوتین هم توافق کرده بودیم. امیدوارم هستیم به نتیجه برسیم. بعضی ها میگن دولت خیلی خوششانسه که این پلیسی پروژه‌ای که سالها رو زمین بوده در این دولت تمام شده. واقعا این سوال وجود داره که شما برای اتمام این پروژه ها که از قبل باقی مونده بوده برنامه ویژه‌ای اجرا کردی که تمام شد یا نه تو هم روال طبیعی خودش تمام شد؟ بله، سرعت کار در این دولت چند برابر شد. به طور طبیعی پروژه نیمه تمام تمام میشه دیگه. اما این که میگن هر کاری دولت میکنه مال دوره ماست، این از اون حرفای خنده داره. چطور 16 سال 4 تا دولت پیاپی کارا رو همه رو انجام دادن، نیمه کاره گذاشتن که بعدن تکی بشه؟ این که خیلی بده. مدیریت اون زیر سوال میره، برنامه‌ریزی اون زیر سوال میره. شما باید در زودترین زمان ممکن یه پروژه رو تمام کنید و الا غیر اقتصادی میشه. اما تعداد پروژه های شروع شده و پایان یافته در هر دولت معلومه. آمار داریم؟ برای ببینید در دولت قبل تو 5 سال 49,000 پروژه شروع شده بود، 19,000ش تمام شده بود، بقیهش رسید به ما. در خود این دولت بیش از 100,000 پروژه شروع شده که بیش از 70,000ش تمام شده. این 7-8 میلیون تن فولادی که اضافه شد همش تو این دولت بود. پالایشگاه گاز پارسیان که بزرگترین پالایشگاه گازی کشور در همین دولت کلید خودم دارن تمام شد. اصلا ما نرسیدیم بریم